آمریکا شکست در جنگ افغانستان را پذیرفت. عبدالکریم خرم، مقامات بلند رتبه حکومت غنی بنیاد جمهوریت را خراب و فرار کردند. رئیس الوزرای طالبان، هیچ کس حق ندارد در شهر کابل وارد خانه های مردم شود. و در پایان، آغاز درگیری بین طالبان و تاجیکستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا اعتراف کرد که آمریکا در جنگ افغانستان شکست خورده است. مارک میلی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز چهارشنبه در جریان ادای شهادت در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان کنگره گفت که این جنگ یک شکست استراتژیک برای آمریکا بود، اما ما این شکست را طی 20 روز گذشته و یا 20 ماه گذشته متحمل نشدیم. علاوه بر این، یک سری تصمیمات استراتژی بعد منجر به این نتیجه شد. این فرمانده آمریکایی یادآور شد که نیروهای آمریکایی توانستند با القاعده مقابله کنند، اما آنها نتوانستند از به قدرت رسیدن گروه طالبان جلوگیری کنند. وای تاکید کرد که برای همه ما روشن است که جنگ در افغانستان آن طور که ما میخواستیم به پایان نرسید. طالبان در کابل در قدرت هستند. پیش از این جنرال میلی تجدید حیات القاعده در 3 سال آینده را ممکن دانسته بود. لوید آستین وزیر دفاع نیز نظر مشابه دارد، اما در عین حال خاطر نشان کرد که در حال حاضر فعالیت این سازمان به شدت کاهش یافته است. اوایل ماه اگست طالبان حملات خود علیه نیروهای دولتی افغانستان را افزایش داد. 15 اگست نیروهای طالبان وارد کابل شدند و کنترل کاخ ریاست جمهوری را به دست گرفتند. عبدالکریم خرم، مقامات بلند رتبه حکومت غنی بنیاد جمهوریت را خراب و فرار کردند. رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که مقامات بلند رتبه حکومت غنی بنیاد جمهوریت را خراب کردند. به گزارش اسپوتنیک، عبدالکریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در توییت نگاشته است: هر چند وضعیت فعلی ایدئال نیست، اما مقامات بلند رتبه حکومت آقای غنی اخلاقا حق ندارند به نام دفاع از جمهوریت تحرکات را آن هم در خارج برا بیاندازند. آقای خرم همچنان نوشته است که آنها بنیاد جمهوریت را خراب کردند، نهادهای ملکی و نظامی را ضعیف حتی نابود ساختند، دزدی کردند و در آخر ملت را به سرنوشت نامعلوم گذاشته فرار کردند. رئیس الوزرای طالبان، هیچ کس حق ندارد در شهر کابل وارد خانه های مردم شود. ملا حسن آخان رئیس وزیران کابینه سرپرست در فرمان دستور داده است که تمام نیروهای نظامی از خانه های شخصی مردم به قرارگاه هایشان بروند. با گزارش اسپوتنیک، ملا حسن آخان رئیس الوزرای طالبان همچنان در یک فرمان دیگر دستور داده است که هیچ کس اجازه ورود به خانه ها و شرکت ها در شهر کابل و حومه های آن را به بهانه بازرسی وسایل نقلیه و تجهیزات ندارد. طبق فرمان، کسی حق ندارد وارد خانه ها شده و وسایل نقلیه یا تجهیزات را از آنجا با خود ببرد. طالبان 400 تن در ولایت زابل آموزش نظامی می‌بینند. معاون کمیسیون فرهنگی طالبان از افتتاح اردوگاه در ولایت زابل خبر داده است. به گزارش اسپوتنیک، احمد الله وثیق کمیسیون فرهنگی گروه طالبان در صفحه توییترش نگاشته است: مراسم افتتاح آغاز آموزش‌های نظامی و پرورش فکری حدود 400 تن در ولایت زابل به گونه رسمی برگزار شد. جنگ بین تاجیکستان و طالبان آغاز شد. ابو مسلم شیرزاد. تازه رویارویی نظامی طالبان با تاجیکستان. روسیه گفته که طالبان و تاجیکستان آمادگی در مرز میان دو کشور داشتند. مسکو خواهان حل مسائل از رای گفتگو شده است. امام علی رحمان حامی جبهه مقاومت و خواهان مشارکت تاجیک ها و سایر گروه های قومی در قدرت است. اتحادیه اروپا بیش از 348 میلیون دلار کمک های بشردوستانه به افغانستان اختصاص داد. رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا 348 میلیون دلار کمک های بشردوستانه به افغانستان اختصاص داده است. به نقل از خامه،
اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا چهارشنبه در توییت نگاشته است اتحادیه اروپا در کنار مردم افغانستان است در همین حال. یانس لونارچچ کمیشنر اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران گفته است که آنها 32 تن کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان تحویل دادند. لونارچچ افزود این کمک‌ها توسط یونیسف و سازمان جهانی صحت به افرادی که بیشتر نیازمند در افغانستان هستند توزیع می‌شود. پیش از این صندوق مرکزی آژانس سازمان ملل متحد 45 میلیون دلار برای کمک به جلوگیری از فروپاشی بخش صحت افغانستان اختصاص داده بود. دیروز اولین محموله کمک‌های بشردوستانه چین وارد کابل شد و قرار است توسط وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در افغانستان توزیع شود. نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه چین به کابل رسید. وانگ یو سفیر چین در افغانستان میگوید که این کمک‌ها به وزارت مهاجرین تسلیم داده شده است و میگوید که نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه چین شب چهارشنبه 7 میزان به کابل رسید. سفیر چین برای افغانستان در توییت نوشته است این کمک‌ها نشان دهنده دوستی عمیق مردم چین با مردم افغانستان است و نشان دهنده نقش چین به عنوان یک کشور مهم میباشد. مذاکرات آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های روسیه واقع در نزدیکی افغانستان. ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره برای استفاده از پایگاه‌های نظامی کشورهای همسایه افغانستان از جمله پایگاه‌های روسیه برای عملیات ضد تروریسم در منطقه است. پولیتیکو به نقل شمار از سناتورهای آمریکایی گزارش داد آمریکا در حال مذاکره برای استفاده از تأسیسات نظامی کشورهای همسایه افغانستان از جمله پایگاه‌های روسیه در عملیات ضد تروریسم در منطقه است. سناتورهای آمریکایی روز چهارشنبه در بخش غیرعلنی جلسات گفت با حضور رهبری پنتاگون. پولیتیکو به نقل سناتورها می نویسد. سه نفر از رهبران ارشد نظامی در پشت درهای بسته به نمایندگی مجلس درباره مذاکراتی که با دولت‌های تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و دیگر کشورها در جریان است اطلاع دادند. منظور استقرار تجهیزات در پایگاه این کشورها برای عملیات ضد تروریستی در افغانستان است که آمریکایی‌ها از آنجا خارج شدند. نشریه می نویسد این امکانات ممکن است شامل پایگاه‌هایی باشد که روسیه در این کشورها استفاده می کند. با این حال لوید آستین وزیر دفاع آمریکا با سناتورها در بخش علنی جلسات گفت که پیشنهاد کمک روسیه در نشست ماه جون رهبران دو کشور در جنوب و همچنین در ماه سپتامبر توسط رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مطرح شد. مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا سعی کرد جزئیات را در دیدار با همتای روسی خود والی گریسیموف روشن سازد. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین بیشتر در مورد خبر منتشره درباره تمایل آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های روسیه در آسیای مرکزی پس از خروج از افغانستان اظهار نظر نکرده بود. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم.